إصلاح أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. چقدر دل به دنیا بستیم. اگر یک آماری از مسلمین گرفته بشه، یک آمار دقیق باشه، آمار تقلبی نباشه، آمار پارتی بازی و دستبردگی نباشه، عزیزان من آمار بگیرم که چقدر از مسلمانان نسبت به دینشون غافل هستن و چقدر شعور و درک نسبت به دین و قیامتشون دارن. من فکر میکنم نسبت غافلان به مراتب آمارشون بالاتر از اون مسلمانان اندکی باشن که هدف اصلیشون رو فراموش نکردن در دنیا. این به تعبیر قرآن کریم، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. خدا میگه که اکثر مردم غافل هستن. این عزیزان من، این غفلت و بی توجهی نسبت به دین، نسبت به اون زندگانی جاودانی و همیشگی، سبب هلاکت انسان ها میشه، همونطوری که سبب هلاکت فرعون و فرعونیان شد. اگر میخواهیم از عذاب خدا جان سالم به در ببریم و نجات پیدا بکنیم، باید بی غفلتی ها رو، باید بی توجهی ها رو، باید این همه غفلت ها رو نسبت بدین عزیزان من، از وجودمون، از ایمانمون، از درونمون باید جدا بکنیم. باید غفلت زدایی بکنیم از اعمال خودمون و از عقیده خودمون عزیزان محترم، و بدونیم که غفلت عزیزان محترم بزرگترین وسیله و سبب برای گمراه شدن و از مسیر خارج شدن است. این همه طغیانی که فرعون و فرعونیان در زندگیشون کردن عزیزان من به خاطر غفلتشون بود. اگر غافل نمی شدن طغیان نمی کردن، اگر غفلت نمی کردن گمراه نمی شدن. اما هر انسانی که در دنیا نسبت به دینش، عقیدهش، قیامتش غافل باشه، یقین بکنید که گمراهی سراغ اون خواهد اومد. شخص غافل عزیزان من، شخصی که غافل و بی توجه هست نسبت به دین، نسبت به عقیده، این از چشم و از گوش و از سایر حواس خودش در راستای تبیین حقایق استفاده نمی کنه. این نعمتهای بسیار نفیس خدایی رو در راستای رسیدن به هدف اصلی به کار نمی گیره. از کوشش برای استماع اغانی و موسیقی های شهرزا استفاده می کنه، چشمشو در راه چشم چرانی و خطا استفاده می کنه، عقلشو در راستای اقتصاد به کار می بره. و این همه به خاطر غفلتیست که از قیامت داره، از موت داره، از حضور در محضر پروردگار در میدان محشر داره. ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله أكبر. قيام هاي القرآن سرتا پا حلی هستن عزیزان محترم برای ما بندگان عاجز، که یه غفلت ما نسبت به قرآن چقدر زیاد است، چقدر ما نسبت به قرآن کریم غافل هستیم، بی توجه هستیم. کدوم یکی از کشورهای اسلامی که ادعای اسلام دارن عزیزان من قرآن کریم و سنت رسول الله رو در کنار هم قرار دادن و قانون خودشون رو حسب این دو منبع اصیل و مصدر اصیل اسلام قرار دادن؟ از حکومت ها گرفته تا رعیت هایشون همه و همه نسبت به قرآن کریم، نسبت به دین، نسبت به عقیده عزیزان من بی توجه و یا کم توجه هستن.
عزیزان محترم باعث حسرت میشه. دنیا گذرگاهیست. فرعون عمرش از همه ما بیشتر بود عزیزان محترم، زیرا اون امتهای سابق عمرهایشون طولانی تر بود. اما فرعون هم به خاطر غفلتش عزیزان من در قیامت حسرت میخوره و در حال حسرت هست و هر غافلی تا به روز قیامت، هر غافلی و هر انسان بی توجهی نسبت به عقیده و دین و قیامتش در روز قیامت عزیزان من این چنین اظهار میداره و میگوید یا ویلنا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هذا بل کنا ظالمین. افسوس، چرا در دنیا از دین غافل بودیم؟ چرا در دنیا از قیامت، از عذاب قبر، از حضور در محضر پروردگار در میدان محشر، از باز کردن اعمال نامه و دفاتر در روز قیامت و حساب و کتاب گرفتن چرا غافل بودیم؟ چرا در دنیا راه ظلم پیشه کردیم بر نفسها؟ بر نفسها ظلم کردیم، به خاطر ظلم بر نفس امروز به جایی حسد شدیم. لذا سروران محترم، اولین درسی رو که میتوان از داستان موسی و دعوت موسی با فرعون گرفت همین هست. چی؟ دوری کردن از غفلت، پرهیز از غفلت، دوری کردن از بیتوجهی نسبت به امر دین، اضافه کردن توجه، بیشتر توجه کردن مسلمان به امور دین و امور عقیده، به امور قیامتش نسبت به امور دنیایش. باز اگر برعکس آمار رو بگیرن، اگر این آمار رو بگیرن که چقدر، چه درصدی از مسلمانان نسبت به امور دنیاشون بیتوجه نیستن، بیتوجه ها خیلی درصدشون پایین. همه از صبح که از خواب بیدار میشیم و شاید اگر افراد نباشه گاهن در حالت خواب هم توجهمون، فکرمون در دنیا هست. این که تجارت به چه شکل بیشتر رونق بگیره و این که حس و جاه و مقام به چه شکلی مداوم تر بشه، حتی عزیزان من در حالت خواب هم بر ما این چنین تلقیات میشه. لذا این درس مهمیست عزیزان من که از دخلت خودمون و نسبت به دینمون نور نگه بداریم. و الا سنت خدا هم سنتیست که قبلا در رابطه با فرعون و فرعونیان و هر غافلی به کار گرفت. نهایت غافلان عزیزان من تکذیب به آیات خداست و نهایت تکذیب کنندگان گرفتار شدن در عذاب مداوم خداست. اما درس دوم، درس دوم سروران محترم از این داستان قرآنی که پروردگار از موسی و فرعون برای ما در قرآن ذکر کرده و ما باید از اون درس بگیریم این هست که همه مستضعفین اهل ایمان یقین بکنن که نهایت فتح و پیروزی از آنهاست، همانطوری که نهایت فتح و پیروزی از مستضعفین مسلمان موسی و فرعون موسی شد. این باز هم یکی از سنت‌های همیشگی الهی است. اون روزی که موسی از پروردگارش تقاضا کمک کرد، استعینوا بالله واصبروا، و به پیروانش و به قومش توصیه کرد که به جای کارهای غیر منطقی باید کارهای منطقی رو انجام داد و در برهه فتنه عزیزان محترم کار منطقی استعینوا بالله واصبروا. اون زمان دعای موسی اجابت شد، دعا کرد از پروردگار برای فتح پیروزیش، اما عجله نکرد، اما از خدا نگفت خدایا هرچه زودتر، من عجله دارم، خیر. و این
مؤمنان